ایشان میفرمایند که در منطقه ما زنان در مراسم خاکسپاری میت شرکت میکنند بله. و برخی اوقات آنها صدا به ناله بلند میکنند و گاهی هم به سر و صورت خودشان ضربه میزنند لطمه وارد میکنند و حتی جراحت و خونریزی ایجاد میشه بله. حکم این کارها چی باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم خب این چند تا سوال رو سر پرس هم پرسیده سوال اول این است که آیا زنان برای تشییع جنازه شرکت بکنن این یک امر واجبی است یا نه میفرماید نه واجب نیست جوابش آیا مستحب است و ثواب برای این زنان در نظر گرفته میشه میفرماید نه مستحب هم نیست آیا مکروه است بعضی ها قائل به کراهت شدند آیا حرام است نه از نظر شیعه شرکت زنان در مراسم تشییع جنازه حرام نیست مشروط بر اینکه سبب مختلط شدن زن و مرد در مسیر تشریع نشود سبب کشف حجاب نشود بی احترامی به اون میت نشود اما این یک سوال سوال بعدی اینه که حالا اگر در مراسم تشریع جنازه شرکت کرد میتوانند توانند عزاداری کنند زنان نوحه بخوانند و صدای خودشون رو بلند کنند به گریه در اینجا فرمودن اگر صدای زن رو نامحرمان میشنوند حق نوحه خواندن در اون مراسم تعزیه رو ندارن حرامه و اما صدای گریه رو اگر نامحرم بشنوند اینجا فرمودن احتیاط بر اینه که صدایشون رو به گریه بلند نکنند گرچه که مستحب است چه مرد و چه زن در از دست دادن خیشاوندان خودش خیشتنداری و صبر کند هر موقع که به یادشون افتاد انا لله و انا الیه راجعون میگه. یادم آمد حدیث نورانی از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم حضرت عبور میکردن دیدن یک کسی رو جوانی بود یا کسی خلاصه فوت شده بود خیلی مردم برای او گریه میکردن بازماندگانشون داروبر تابوت رو گرفته بودن ای گریه میکردن و سرصدا بعد حضرت فرمود اگر به جای همین کاری که اینا میکنن دو رکعت نماز برای این فرد میخوان خیلی به حال ای بهتر بود برای این میت سعی کنیم بر اساس دستور شریعت رفتار کنیم ما نمیگیم اون تفکر وهابیت صحیح هست که میگن زنان حق ندارن و حتی مردان برای تشیع جنازه نباید زیاد عرض کنم که پر رونق باشه یک چند نفری ببره سرازیر کن در قبر تمام نه تشیه جنازه با شکوه باشه مردان شرکت کنن بانوان هم اگر میخوای شرکت کنن با حفظ حجاب اسلامی با پوشش کامل شرکت بکنن اما آدابش رعایت کنن جدای از آداب تشه جنازه خب به فکر این میت باشن از لحاظ روزه و نمازش از لحاظ دویونی که به گردنش هست خلاصه یک سری چیزایی هست ما اتفاقا دو تا سه تا منبر در همین چند روز پیش در همین زمینه داشتم که خیلی چیزایی هستش که در احکام شخصی که در حال احتزاره یا تشریع جنازه اینا از جز سنن و آداب اصلی اسلامی هست اما به فراموشی سپرده شده بعد خیلی از اموری هست که اصلا نبوده در سنت پیامبر اسلام در سنت اهل بیت در بین اصحاب اهل بیت هم نبوده علما هم بهش پایبند نیستن اینا رو مردم اومدن باب کردن از جمله همین که زنا رو حتما میگن زنا باید دور تابوت جمع شود خداحافظی کن خب در کجای یک بار که میبرن داخل خانه و میت یک سر و صدا و اونجا بلند میکنه باز دوباره میارن سر قبر میگن مردا فاصله بگیرن در بعض جای رسمت هره، هره. که زنا بیاد خداحافظی کنه خب با کی این بنده خدا که از دنیا رفته که درست سر روح او میبینه خب روح او از همون دورم که داره برش اهدای فاتحه میکنی بهش میرسه دیگه چه ضرورتی داره که این جنازه رو معطل کنیم برای این کارها یا همین آداب رسوم اتعام کردن در روز اول دوم سوم هفتم چهلم، اینا هیچ کدوم اساسی نداره بله مستحب هست که انسان قرآنی بگیره برای میت ولی مقید نیست روز اول یا سوم یا هفتم یا چهلم وجود نداره یک روایت وجود نداره در این زمینه بله مستحب به صورت کلی هر وقت که انسان وقت کرد هزینهش داشت و توانش داشت فرصتش داشت دیدیم ما گاهی وقت داریم تشریح جنازه میکنیم این پسر طرفی که فدرش فوت شده داره زنگ میزنه به رستوران که آقا این غذا دیر نشه آبرو میره این مردم بلد. اینجا حالا پولش باز میایم حساب میکنیم یا بلد. ما الان چجوری حساب منتقل بکنیم سر قبری بنده خدا اونجا نه بانکیه نه درستیم. خب اینا زحمت های اضافی که ما برای خودمون درست کردیم به هر حال این سوال اول سوال دوم میشه می بود که حالا صدای ناگه بلند شده چه حکمی داره که عرض کردیم سوال سوم آقا اینا گاهی وقت به سر صورت میزنه جایزه میفرمایید چه مرد و چه زن نباید در ازای خشابندان و بستگان به سر و صورت خودش لطمه بزن مخصوصا اگر خون جاری شود خیلی ها احتیاط خیلی ها به حسب فتوا فرمودن یا احتیاط واجب فرمودن که باید دیه بده یک بنده آزاد کند یا ده نفر را اطعام بکنه یا سه روز سر هم روزه بگیره مثلا حضرت آیت الله عزم سیستانی لطمه به صورت رو در ازای خشاوندان حرام نمیدانند اما دیه رو مستحب میدونه اگر کسی خراج زد به صورتش فرماید دیش اینجا به گردنش میاد الا این که مستحبه باید دیه بده بله اما لمثل الحسین فلمثل الحسین طول فلتلتم الخدود و تشقی الجیوب در مورد امام حسین علیه السلام اونجا دیگه دستوری بر اساس، برای امام حسین بله باید لطم بزنیم به صورت بزنیم و تشقی الجیوب دریدن پیراهن آقا یک کسی در شدت عذاب قرار گرفته یعنی واقعا اون صحنه کربلا تا حدودی در ذهنش مجسم شده از خود بی خود شده ناخواسته یعنی در شدت عذاب پیراهن خودشو پاره کرده دیدین بعضی از بعضی جاها لباس خودشون اصلا در میارن سینه میزنه خب اینا وقت در شدت عذاب قرار میگیرن اصلا لباس رو نمیخواد محکمتر میخواد به بدن زخم اشکال داره میفهمد نه وقتی ضرر کلی نداره اینا کلش ثواب دارم از افضل قربات در کجا برای ازاداری سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اما بقیه افراد در ادات ائمه نیستن دیگه که ما در ازای افراد معمولی مثل اهل بیت به سر سینه بزنیم آقا یک فلان فردی مثلا عالم یا شهیدی مرده در ازای او داریم سینه بزنیم میفرمایید شما نوحه برای اهل بیت بخون نوحه برای امام حسین بخون سینه هم بزنین عالم از دنیا رفته سوابش برسه به او شهیدی که الان جنازه شو آوردن تشی جنازه شده مردم سینه بزنه برای اهل بیت برای امام حسین اشکال داره نه سوابش برسه به روح ایشون لذا اینا راه داره باید اینو باید توجه کنیم پس بنابراین لتم زدن خراشیدن صورت دریدن یقه و پیراهن در ازای خشاوندان و بستگان جایز نیست و فرمودن که باید اجتناب بشه الا اینکه حضرت آیت الله ما سیستانی فرمای زدن به سر یا صورت رو در فرضی که خون جاری نشود و دیگه بگردن نگردد گفتن اشکال نداره گرچی گرچه که بهتر است از این کارها اجتناب بشه انسان خیشتنداری بکنه